سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. قبل از این که بریم سراغ پرونده جدید باید یه توضیح کوچولو بهتون بدم. من توی کامنت ها به بعضی از دوستان گفته بودم که این هفته یه پرونده حل نشده عجیب و غریب داریم. به دلایلی این پرونده به این هفته نرسید که خب برای هفته بعده، ولی پرونده امروز که حل شده است چیزی از عجیب و غریب بودن کم نداره برای تک تک آدم هایی که توی این داستان حضور دارن. بعضی وقتا آدم به یه مرحله میرسه که دوست داره مغزش رو کامل در بیاره، بذاره توی مایه ضد عفونی کننده کمی تمیز بشه مغزش. من این حس رو داشتم بعد از شدیدن و خوندن این پرونده، تا ببینیم حس شما چیه. بنابراین بریم پرونده رو شروع کنیم. در سال 1995 یک دختر 15 ساله به نام الیسا از طریق فضای مجازی با یه پسری به اسم استیون آشنا شد. در مورد گذشته این دوتا آدم چیز زیادی نداریم برای گفتن، فقط انقدر که میدونیم که استیون آدم عجیب و غریبی بوده، زیاد با بچه ها صمیمی نبوده، تو کل روزای مدرسه یه دونه لباس میپوشیده و هیچ وقت اون لباس رو عوض نمیکرده. الیسا و استیون همونطوری که گفتم از طریق فضای مجازی با همدیگه آشنا شدن و شروع کردن به چت کردن و خب از اونجایی که دو تا ایالت مختلف زندگی میکردن نمیتونستن که خیلی سریع همدیگه رو ببینن، ولی این چت کردن و این رابطه انقدر عمیق شد که استیون رفت تگزاس تا الیسا رو ببینه اونجا و همونطوری که احتمالاً همتون میدونید توی آمریکا بچه زیر سن قانونی زیر 17-18 سال بچه محسوب میشه و شما نمیتونی باهاش رابطه داشته باشی، حتی اگر 18 سال و 1 ماهت باشه نمیتونی با یه دختر 15 ساله 17 ساله رو در رابطه باشی. اینا با هم دوست میشن و با هم همینجور رابطهشون رو عمیق‌تر میکنن. خانواده الیسا به شدت مخالف این رابطه بودن و میگفتن که این رابطه اشتباهه، ولی استیون به الیسا میگه که بیا فرار کن از خونه، بیا نیویورک پیش من زندگی کن، نمیخواد یه پیش خانوادت باشی. و از اونجایی که الیسا هم باردار میشه با استیون فرار میکنن و میرن یه شهر دیگه با هم دیگه زندگی میکنن و از اونجایی که الیسا هنوز زیر سن قانونیه نمیتونن که ازدواج بکنن. در سال 1998 فرزند دختر الیسا و استیون به دنیا اومد. اسمش رو دنیس گذاشتن. در این زمان الیسا 17 سالشه و استیون 22 سالشه. هر چقدر که زندگی اینها جلو میره مشکلاتشون هم بیشتر میشه و استیون هم خیلی بد اخلاق تر میشه. استیون کتک میزده، حرفای زشت میزده و همش الیسا رو تهدید میکرده که اگر بخوای ترکم کنی با تفنگ به سرم شلیک میکنم، از خودم ویدئو میگیرم و مطمئن میشم که تو این ویدئو رو ببینی. علاوه بر این که الیسا رو شکنجه میداده، بچه‌شون رو هم شکنجه میداده. شما فکر کنید بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بوده رو استیون دماغش و دهنش رو میگرفته و نمیذاشته بچه نفس بکشه، یا اینکه نیشگون میگرفته تا زمانی که بدن این بچه سیاه بشه و بعد ولش میکرده، یا وقتی که دنیس گریه میکرده انقدر عصبی بوده استیون که اون رو میذاشته توی این جعبه های خنک کننده مسافرتی ها هست، میذاشته توی اون، درش رو میبسته و منتظر میمونده که این بچه ساکت بشه و این بچه به مرحله میرسیده که دیگه نفس نمیتونسته بکشه و خب ساکت میشده و در کنار اون به الیسا اجازه نمیداده که بچهش رو از توی اون خنک کننده در بیاره و همه اینها به الیسا خیلی فشار آورده بود، به حدی که با خودش میگفت که من اگه این بچه رو از دست استیون نجات ندم این بچه رو میکشه.
ولکن این بچه نیست. همه اینها دست به دست هم داد تا الیسا در سال 1998، یعنی تقریبا 8 ماه بعد از به دنیا اومدن بچهشون، اون رو بذارن برای فرزند خوندگی. الیسا میگه تصمیم خیلی سختی بود که من دخترم رو برای فرزند خوندگی بذارم، ولی بهترین تصمیمی بود که من میتونستم بگیرم. از اونجایی که من هنوز زیر سن قانونی بودم و با استیون زندگی میکردم، ممکن بود برای استیون مشکلاتی پیش بیاد و من نمیخواستم با استیون درگیر بشم. به استیون میگه که من دچار افسردگی خیلی شدیدیم، ما هنوز خیلی جوونیم، ما فقیریم، نمیتونیم از پس هزینه های دنیس بر بیاییم، بهتر اینه که دنیس رو بذاریم برای فرزند خوندگی. و استیون هم قبول میکنه، از خدا خواسته. آدمی که توی کل زندگیش داره بیکار میچرخه و الیسا مجبور چند شیفت کار کنه تا هزینه های خودش، دخترش و استیون رو بده، خب از خدا میخواد که یه نون خور کم بشه. و خب این بچه میره برای فرزند خوندگی. دنیس رو خانوم و آقای فوسکو به فرزند خوندگی قبول میکنن و در همون ابتدای ورودش اسمش رو از دنیس به کیتی تغییر میدن و از اینجا به بعد ما دیگه دنیس رو به اسم کیتی میشناسیم و در موردش حرف میزنیم. و خب کیتی کنار بچه های دیگهی که اون خانواده فوسکو داشتن بزرگ میشه و خب زندگی خوبی هم داشته، یعنی کسی باش بد رفتاری نمی کرده، مثل بچه عادی باش رفتار می کردن، تا اینکه کیتی 18 ساله میشه. وقتی که به سن قانونی میرسه، خانم و آقای فوسکو بهش میگن که عزیزم، تو فرزند خونده مایی، ما تو رو فرزند خوندگی قبول کردیم. و خب مثل اکثر بچه های این مدلی که حالا خانواده هاشون برای فرزند خوندگی میذارنشون، تصمیم میگیره که پدر و مادرش رو پیدا کنه. قبل از این داستان کیتی زندگی نرمالی داشته، توی مدرسه خیلی دانش آموز خوبی بوده، خیلی کمیک های خیلی قشنگی میکشیده، همه اون رو به عنوان کسی میشناختن که خیلی خلاقه، خیلی کار هنری انجام میده. و اصلا من پیج اینستاگرامش رو دیدم، واقعا یادم خلاقی بوده کیتی. و خب تصمیم میگیره که بگرده توی فضای مجازی دنبال پدر و مادرش، با توجه به اون اطلاعاتی که پدر خونده و مادر خوندهش بهش میدن، و اتفاقا توی فیسبوک اونها رو پیدا میکنه و خب بهشون پیام میده. در طول 18 سال گذشته استیون و الیسا هنوز با هم بودن و خب جدا نشده بودن از هم دیگه، و در طول این 18 سال دو تا بچه دیگه هم به دنیا آورده بودن، دو تا دختر 6 ساله و 11 ساله. و الیسا میگفت که رفتار استیون نسبت به گذشته بهتر شده بوده، دیگه بچه ها رو از لحاظ فیزیکی آزار نمیداده، کتکشون نمیزده، ولی هنوز مثل قبل خشونتاشو یه ذره داشته، مثلا مشت میزده به دیوار، وسایلای خونه رو پرت میکرده. یه بار دختر 6 سالم زمانی که 3 ساله بوده توی شلوارش ادرار میکنه و استیون نمیذاره که لباساش رو عوض بکنه، میندازتش توی حموم. 7-8 ساعت این بچه توی حموم با همون لباس ها بوده تا الیسا از سر کار بیاد خونه و لباسای بچه رو عوض کنه. و شما فکر کنید در تمام این مدت استیون کار نمی کرده، الیسا چند تا شغل مختلف داشته تا بتونه هزینه هاش رو جور کنه. ولی این اواخر رابطهشون دیگه خوب نبود، الان الیسا دیگه کاملا مستقل شده بود و میخواست که جدا بشه. مدت ها بود که حتی اتاق خوابش رو از اتاق خواب استیون جدا کرده بود و دنبال کارهای طلاقش بود، تا اینکه کیتی بهشون پیام میده توی فیسبوک. صد البته که الیسا خیلی خوشحال میشه، استیون هم به ظاهر خوشحال میشه. یه مدت با هم شروع کردن به چت کردن، صحبت کردن، تا اینکه در سال 2016 قرار شد که کیتی از ایالت خودش بره ایالت پدر و مادر بیولوژیکیش و اونها رو ببینه، یعنی الیسا و استیفن رو ببینه. بعد از این دیدار غیر منتظره، کیتی خب توی این خونه بزرگ نشده بود و نمیدونست اوضاع چجوریه و خب همین الان دیگه دبیرستانش هم تموم شده بود و قرار بود بره کالج
تبلیغات دیجیتالی بخونه، ولی یک مرتبه تصمیمش رو عوض میکنه و میگه که من دانشگاه نمیخوام برم، میخوام برم با پدر و مادر بیولوژیکی زندگی کنم. یه مدت از اومدن کیتی میگذره که الیسا میبینه که رفتارای استیون عوض شده. استیونی که اصلاً به ظاهرش نمیرسیده، اصلاً براش هیچ چیزی اهمیت نداشته، الان ریشش رو کامل میتراشه، موهاش رو بلند میکنه، شونه میکنه، شلوارای جین تنگ میپوشه، تیشرتای نازک تنگ میپوشه، بیشتر لباسای تیره میپوشه، اون چیزی که کیتی خیلی دوست داشته و خب دیده بوده که این دوتا خیلی با هم صمیمی شدن. و الیسا به کیتی میگه که ببین کیتی، من میدونم که تو ما رو دوست داری، پدرتو دوست داری، ولی اصلا دلیل این که من تو رو برای فرزند خوندگی گذاشتم این بوده که پدرت تو رو کتک میزده، تو رو اذیت میکرد. اصلا من اگه تو رو برای فرزند خوندگی نمیدادم معلوم نبود تا این سن برسی یا نه. ولی کیتی اهمیتی نمیده، انگار براش مهم نیست که پدرش در گذشته چی کار کرده و این زنگ هشدار انگار براش اهمیتی نداره. 6 هفته از اومدن کیتی به خونه الیسا و استیون میگذشت که یه شب متوجه شد الیسا که استیون میره توی اتاق کیتی میخوابه و خب براش یکم عجیب بود که تو خودت اتاق خواب داری، تا قبلش هم تو اتاق خواب خودت میخوابی، چرا الان داری میری تو اتاق خواب این دختره میخوابی؟ و یکمی نگران شد ولی چیزی نگفت، گفت بذار بگذره. دوباره فردا شب شد، دوباره دید که استیون بعد از اینکه همه خوابیدن یواشکی رفت توی اتاق کیتی خوابید و فرداش با استیون گفت که تو چرا میری تو اتاق این دخترمون میخوابی؟ چه معنی داره تو از خود اتاق داری؟ و استیون گفت که به تو ربطی نداره، تو چی کار داری؟ و با کیتی رفتن بیرون و دیگه اصلا اجازه ندادن که الیسا در این مورد حرف بزنه. این مدت گذشت، در نوامبر 2016 الیسا خونه رو برای همیشه ترک کرد و در کمال تعجب کیتی همراه پدرش موند و حاضر نشد که با مادرش الیسا بره. الیسا دو تا دخترای 6 ساله و 11 سالش رو برداشت و خونه‌اش رو برای همیشه جدا کرد. کسی که توی این مسئله ضرر می‌کرد استیون بود، چون الیسا الان سرپرست یک فروشگاه خیلی بزرگ بود، درآمد خیلی خوبی داشت، میتونست رو پای خودش باشه، ولی کیتی ترجیح داد با پدرش توی همون خونه بمونه. در ماه می سال 2017، تقریبا 6 ماه از جدایی استیون و الیسا میگذشت که الیسا داشت دفتر یکی از دخترهاشو، دختر 11 سالشو برگه میزد. توی این برگه زدن ها یه سری نوشته های عجیب و غریب پیدا کرد، یه سری عکسای عجیب و غریب پیدا کرد. مثلا دختر 11 سالش نوشته بود که بابا به بچه اون دختره، منظورش کیتی، میگه بچم و به من میگه که کیتی دیگه خواهرت نیست، تو باید بگی مادر خونده. یکی دو تا عکس هم کشیده بود که به نظر میومد کیتی شکم بزرگی داره و خب ظاهرا توی این مدت الیسا کیتی رو ندیده بود. دیگه شستش خبردار شده بود که در مدتی که اینها توی اون خونه اومده بودن و کیتی اومده بود، ظاهرن کیتی و استیون رابطه جنسی داشتن، یعنی پدر و دختر رابطه جنسی داشتن و الان کیتی باردار بود. الیسا زنگ زد به استیون گفت که کیتی بارداره و استیون گفت آره بارداره. گفت بچه تو رو بارداره؟ استیون گفت که من فکر میکردم که تو فهمیدی ما عاشق همیم. الیسا واقعا حالش بد شد، اصلا نمیدونست چی باید بگه و شروع کرد به فحش دادن که اون یه بچه هست، تو مریضی، اون دختر خودته، تو یه چیز حدود 20 سال باهاش تفاوت سنی داری. ولی استیون گفت که ما عاشق همیم.
صد البته که الیسا بعد از اینکه تلفن رو قطع کرد به پلیس زنگ زد و این موضوع رو گزارش داد. پلیس رفت در خونه اونها با همه اعضای خانواده، با الیسا، با بچه هاشون، با کیتی، با استیون مصاحبه کردن، ولی هیچ کدومشون دستگیر نشدن. همونطور که بهتون گفتن استیون و الیسا توی پروسه طلاق بودن و خب زمان میبره این جدایی و طلاق. تقریبا 2 ماه دیگه از طلاق اونها گذشته بود که در 20 ژوئیه سال 2017 استیون و کیتی دخترش تصمیم گرفتن که با همدیگه ازدواج کنن. اصلا البته که توی شهر خودشون، توی ایالت خودشون نمیتونستن زندگی کنن، بنابراین رفتن یه ایالت دیگه، رفتن مریلند و اونجا درخواست ازدواج دادن، فرم پر کردن، در اونجا ننوشتن که با همدیگه رابطه فامیلی دارن، پدر و دخترن. و خب چیزی که برای من به شخص خیلی عجیبه، توی این مراسم مادر استیون حضور داره، پدر خونده و مادر خونده کیتی حضور دارن. وقتی که ازشون پرسیده بودن که خب شما چرا توی این مراسم شرکت کردید، چرا شاهد عقد این دو شدین، شاهد عقد پدر و دختر شدین، گفتن که ما نتونستیم منصرف کنیم، بنابراین تصمیم گرفتیم که حمایت کنیم. یعنی واقعا من درکش نمی کنم. به هر جهت این دوتا ازدواج میکنن و این عکس های عروسی دوتا زوج عاشقه که میبینید و اصلا به نظر نمیاد که استیون الان حدود 40 سالش باشه. در اوایل سپتامبر سال 2017 پسر کیتی و استیون به دنیا اومد و اسمش رو بنت گذاشتن. زندگی خوبی با هم داشتن، رابطه خیلی خوبی با هم داشتن، به نظر نمی اومد هیچ مشکلی بینشون باشه، ولی از اونجایی که شاید به خاطر داشته باشید الیسا زنگ زده بود به پلیس و این مسئله رو گزارش داده بود و خب یه چند ماهی طول کشید تا این پرونده کامل بشه، تحقیقات کامل بشه. بنابراین در اوایل ژانویه 2018 پلیس رفت در خونه استیون و کیتی و هر دوتاشون رو به جرم زنا با محارم دستگیر کردن و خب سرپرستی بنت رو گرفتن و دادن به مادر استیون، که به نظر میاد خیلی کار اشتباهی کردن، دادن به مادر استیون و این دوتا رو انداختن زندان تا دادگاه علیهشون تشکیل بشه و به جرمی که اینا کردن رسیدگی بشه. در دادگاه وکیل استیون گفت که این خیلی اشتباهه که ما بگیم که استیون به دخترش فشار آورده برای رابطه جنسی. این مسئله در مورد پدر و دختر نیست، مسئله در مورد که دختر 18 ساله است که در خونه یک مرد 40 ساله که با زنش مشکل داره حضور پیدا کرده، ظاهر شده، و اینها قبل از اینکه با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن اصلا همدیگر رو نمیشناختن. درسته که با هم رابطه بیولوژیکی دارن، درسته که پدر و دخترن، ولی همدیگر رو اصلا نمیشناختن. عشق پیشی گرفته و این دوتا انقدر عاشق همدیگه شدن که این رابطه بیولوژیکی رو فراموش کردن و با همدیگه ازدواج کردن. کیتی و استیون مدت‌ها در زندان بودن و خب یه وثیقه براشون تعیین شد، یه چیز حدود 28,000 دلار که هر کدوم گذاشتن و از زندان آزاد شدن. در این مدت اینا به هیچ عنوان اجازه نداشتن که با همدیگه صحبت کنن، همدیگه رو ببینن، ایمیل بزنن، تلفن بزنن، به هیچ عنوان نباید با همدیگه در رابطه می بودن و همینطور پسرشون بنت رو هم حق نداشتن که ببینن و باهاش صحبت بکنن. در اوایل آوریل بود که کیتی تصمیم گرفت که با استیون تماس بگیره و بهش بگه که این رابطه دیگه تمومه، ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه در رابطه باشیم. و استیون وقتی این ماجرا رو شنید
خیلی عصبانی شد، یعنی نمیتونست به هیچ عنوان خودش رو کنترل بکنه. رفت خونه مادرش و به مادرش گفت که بنت رو بده به من، میخوام ببرمش که کیتی دخترش پسرش رو ببینه. و خب مادرم از همه جا بیخبر گفت که باشه بیا ببرش، و بچه رو گرفت استیون و با خودش برد خونش. و در اونجا به نظر میاد که پسرش بنت رو خفه کرد و بعد انداختش داخل یک کمدی، سوار ماشینش شد و رفت به ایالتی که کیتی در اونجا زندگی میکرد. دمدمای صبح رسید اونجا، دم در خونه اونها منتظر موند تا کیتی بیاد از خونه بیرون. حدود ساعت 8:40 صبح 12 آپریل بود که کیتی همراه با پدر خوندش آقای آنتونی اومدن بیرون از خونه، سوار ماشینشون شدن، سوار کامیونشون شدن و راه افتادن و استیون هم پشت سرشون. در یک مقطعی ماشین کیتی و پدر خوندش وای میستن، استیون هم دقیقا میره کنارشون، با تفنگ تا جایی که میتونه شلیک میکنه، تا آخرین تیری که داشته شلیک میکنه و متاسفانه هر دوتاشون میمیرن. بعد از اون استیون زنگ میزنه به مادرش و میگه چیکار کرده، قتل رو گردن میگیره، قتل بنت رو گردن میگیره، قتل کیتی رو گردن میگیره، قتل آقای آنتونی رو گردن میگیره. و خب الان وقتی بود که پلیس باید دنبال استیون میگشت. 3 ایالت این وسط درگیرن، جایی که بنت پسرشون مرده، جایی که کیتی مرده و جایی که جسد بیجون استیون رو پیدا میکنن که به خودش شلیک کرده و خودکشی کرده. این اپیزود هم به اتمام رسید. امیدوارم هفته بعد با دست پر برگردیم. نظراتتون رو برای من کامنت بذارین. اصلا من این پیج رو درست کردم که با هم دیگه در مورد پرونده ها حرف بزنیم، نظراتمون رو بگیم، بحث کنیم با هم دیگه، و من واقعا عاشق این کارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.